انگلیسی رو به صورت آنلاین یاد بگیرم با معلمی که آنلاین داره بهم درس میده، یا کلاس زبان برم، یا اصلا هر دوش، کدوم یکی از اینا بهتره برای یادگیری زبان انگلیسی؟ تا آخر این ویدیو همراه ما باشین تا این مدل سوالا رو با هم دیگه جواب بدیم. سلام بچه‌ها، من میسا هستم و خوش اومدیم به یک ویدیو اطلاعاتی دیگه. امیدوارم که حالتون خوب باشه، لبتون خندون باشه، دلتون شاد باشه، خلاص همیشه خوب باشه دیگه. تو این ویدیو میخوام، خیلی ها سوال پرسیده بودن که به نظرت یادگیری زبان انگلیسی به صورت آنلاین بهتره یا سر کلاس یا جفتش، اصلا چی کار باید بکنیم؟ خب it depends on many things، واقعا به خیلی چیزا بستگی داره. At first it depends on you. اول از همه هم که به شما بستگی داره. اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایب روش کلیک بکنین و زنگوله بغلش رو هم بزنین، شما همیشه اول نفرین خواهیم بود که ویدیو ما رو میبینین، لذت میبرین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد میگیرین. بریم سراغ learning English online or in the classroom. آنلاین یاد بگیرم یا تو کلاس. بچه‌ها الان فضای مجازی یه بستری رو واسه ما فراهم کرده که ما همه کار میتونیم توش بکنیم، از خرید کوچیکترین چیزای زندگیمون تا میتینگای خفنی که توی دنیا بین شرکت‌های بزرگ داره برگزار میشه رو هم الان دیگه آنلاین با استفاده از فضای مجازی، با استفاده از اپلیکیشن‌هایی که وجود داره انجام میدن. پس این یک بستر مناسب و برای ما تو زمینه‌های مختلف فراهم کنه، از جمله یادگیری. این یادگیری هر چیزی میخواد باشه. مثلا خود من عاشق کازمز داکیومنتری هستم. بچه ها کازمز داکیومنتری یعنی مستند نجوم. من خودم عاشقشم. چی کار میکنم؟ کازمز داکیومنتری گوگل میکنم، میاره بالا 1000 تا ویدیو میبینم، یاد میگیرم، اطلاعات داره بهم میده، عیناً همون کتاب خوندنه. شما میخواین زبان یاد بگیرین، learning English online، گوگل میکنین، میاره بالا 1000 تا ویدیو انگلیسی، فارسی، حالا فارسی خیلی نه ولی انگلیسی، learning English online، بزن برای براتون 1000 تا کلاس میاره. یا اصلا خیلی از مراکز آموزشی زبان تو دنیا هستن که علاوه بر کلاسای حضوری که دارن، کلاسای آنلاین هم دارن. که چی از این بهتر؟ حالا سوال به وجود میاد، من آنلاین بخونم یا تو کلاس بخونم، تفاوتی داره و کدومش مزیتش بیشتر از اون یکیه؟ خب یه نکته بهتون بگم بچه، وقتی که معمولا شما when you register for a an English class in an institute, you're not alone in that class, you are with some other students. For example, it's 5 of you in the class or it's more than 5 of you in the class. وقتی که برای کلاس انگلیسی توی آموزشگاه ثبت نام میکنین، شما تنها نیستین. اگر که کلاس پرایوت نباشه، کلاس یعنی چیز نباشه، خصوصی نباشه، شما 5 نفر یا بیشترین یا شاید 4 نفر 3 نفرین. نکته‌ای که وجود داره، اول مزیتش رو بگم. X, Y, Z با هم دیگه تو کلاس نشستن. X یه لول از زبان داره، Y همینطور، Z هم همینطور. درسته که شما میرین اونجا تعیین سطح میکنین و میندازنتون مثلا لول چه میدونم intermediate، لول متوسط قبول میشین. ولی آیا هر ستای شما تو یک لول هستین؟ خیر. مزیت اول، کسی که لولش پایین تره تو intermediate هست ولی intermediate رو به پایینه، میتونه از اون کسی که اینترمیدییت رو به بالا هست استفاده بکنه، میتونه ازش کمک بگیره، میتونه باهاش اینتراکت بکنه. You can have interactions together، میتونین با همدیگه در تعامل باشین، از هم یاد بگیرین و به همدیگه یاد بدین. شما دو نفر خانم X, Y و Z رو داره که باهاش صحبت بکنه، پس این خودش مزیته. ولی وقتی معلم میاد سر کلاس بهتون درس میده، آیا سرعت یادگیری شما زیاده؟ Some of us are fast learners and some other are slow learners. ما یه سریامون سریع یاد بگیریم، یه سریامون دیر یاد بگیریم. خب بگیر، دیر یاد بگیریم فرق میکنه. یه سریا تا معلم چیزی رو میگه کچ میکنن، یه سریا معلم 1000 بار بعد تکرار کنه بعد یاد بگیرن. خب اینجا الانش مشکل به وجود میاد. اونی که fast learner هستش
بورد میشه. وای don't repeat that again. هی داره تو دلش میگه وای. She starts murmuring like don't repeat that. Why are you asking too many questions? دیگه تکرار نکن. چقدر سوال میپرسی. اینا رو داره مرمر میکنه. آروم زیر زبونش داره میگه. خسته میشه. و اونی هم که اونجاست اعتماد به نفسش میاد پایین. این خب این سریعتر یاد میگیره. بعد یه حالت میشه که پس سوالمو نپرسم جلوش آبرون بره. بلش کن. میرم خونه یاد میگیرم. این شد مزیت نه. این شد بخواستم بگم این مزیت نشد. این شد یه حالت نگتیو پوینت، یه چیز منفی در رابطه با کلاس. خب مزیت داشت، اینم عیبش بود. از طرفی کلاس زبان یه کتابو در نظر بگیرین، یه کتابی که الان ترمیک درس داده میشه. For example, Four Corners American English File. هزاران کتاب دیگه، چه میدونم Top Notch، چه میدونم Oxford Books، هر چیزی. این جور کتابای ترمیکو میان اگر مثلا 12 تا یونیت داره، 12 تا درس داره، 2 درسشو تو یک ترم، یعنی 2 ماه بهتون درس میدن. یعنی هر یه درسو شما تو 1 ماه میخونین. And it's a long time to learn English. و زمان زیادیه بر یادگیری انگلیسی. اینم یه عیب دیگش. حالا بیاین فرض کنیم آنلاینه. شما وقتی آنلاین دارین منو میبینین، انگار من نیسا دارم، فقط شما نمیدونین مثلا چند هزار نفر دیگه هم دارن این ویدیو رو میبینن. در لحظه که دارین میسا رو میبینین، انگار میساست و شما. It's only Misa and you. It's only two of us. فقط من و شما این. من و تو این. حالا هزار نفر دیگه دارن نگاه میکنن، اوکی. ولی در لحظه برای شما فقط منم. خب این یه حالت پرایوت کلاس بهتون میده، انگار کلاس خصوصیه. میسا میاد جمله مینویسه، 12 تا جمله مینویسه، جمله ها رو میگه، گرامر میگه، پرونانسیشن میگه، تکرار میکنه، میگیرم. و راستی ویدیوش آماده هست، هر موقع که یادم بره دوباره عیناً چیزایی که سر کلاس رو تکرار کرده رو میرم میبینم. ولی تو کلاس اینجوری نیست. یا بعد وایس رو ریکورد بکنین که 100%، یعنی 99%، 99.99% دانش آموزا، من خودم وقتی سر کلاس یه چیزی رو ریکورد میکنم، I never listen to it. واقعا هیچ وقت بهش گوش نمیدم. چون میشه خودم میگم یه بار شنیدم دیگه، دوباره بشنوم که چی بشه. ولی وقتی یه ویدیو آماده از یه جای دیگه واسه شما فراهم هست، شده 100 بارم اون ویدیو رو میبینین، یاد میگیرین. Am I right? درست میگم؟ واقعا اینطوریه. پس این الان شد مزیت آنلاین. اولا که خصوصیه انگار، و دوما که ویدیو آماده هست، توی فضای مجازی هست forever. You can find it whenever you want. You can listen to it whenever you want. You can watch it whenever you want. هر موقع که بخوای میتونی نگاش بکنی. حالا معمولا کلاس میرین، کلاستون صبح، ظهر، بعد از ظهر. اومدیم و من تا 2:30 شب درگیر بودم، نمیتونستم ویدیو ببینم. What should I do now? Can I register for a classroom at midnight? Of course not. من نمیتونم نصف شب کلاس ثبت نام کنم. But I have online classes. I can search my topic on Google. I can Google it. And I can find a bunch of videos to watch. Even at midnight. حتی اگه نصف شبم باشه، تاپیکم رو گوگل بکنم، 1000 تا ویدیو میاره میتونم نگاه بکنم. یه مزیت. مزیت دومش بود. مزیت سومش بود. پس شما مزیت اول معلمتون انگار خصوصیه، مزیت دوم هر موضوعی رو بخواید میتونین هر موقعی از شب پیدا کنین، مزیت سوم ویدیو همیشه وجود داره، میتونین برین ویدیو رو 100 بار دیگه هم نگاه بکنین. یه مزیت دیگه هم که وجود داره بچه ها، You can find the topics by your interest. با توجه به علاقتون میتونین تاپیکو پیدا کنین. آقا من امروز سر کلاس معلم اون داشت راجع به چه میدونم فلان چیز حرف میزد، من امروز تو مود یادگیری گرامر نیستم و نمیخوام گرامر یاد بگیرم، من امروز نمیخوام اینو یاد بگیرم، یا من که اینو بلدم آخه دوباره بشینم یاد بگیرم. این عیب اینه، ولی مزیت اینه. شما میتونی هر چی که دوست داری و آنلاین سرچ بکنی. میخوام کانورسیشن در رستوران رو یاد بگیرم، practical conversations at restaurant، conversation مکالمه های practical کارآمد در رستوران. پس این شد چهارمی مزیتش که شما هر چیزی رو که بخوای میتونی سرچ بکنی. و پنجمین مزیتش، you not only have one teacher but you have a lot more teachers.
شما اگه زبانتون ادوانس باشه نه تنها یه معلم دارین، بلکه هزاران هزار معلم دیگه دارین. یه تاپیک رو میتونین از زبان آقای ایکس بشنوین، یه تاپیک رو از زبان آقای ایگرگ، جمعش کنین، یکیش کنین، کدوم بهتر بود؟ است بهتر و بدتر نداره بچه ها، از هر کی هر چیز میشه یاد گرفت. من خودم نمیگم بهترینم، من اصلا هیچ کس نیستم. من یه چیزی به شما یاد میدم، ممکنه یه کس دیگه بیاد یه چیزی به شما یاد بده که من نگفتم، وای چه خوب، پس من هم اینو نگاه میکنم، هم اونو نگاه میکنم که بتونم مطالبو جمع کنم. شاید واقعا من بعضی وقتا چیزی یادم بره بگم. من از این مدل آدما نیستم بیام کسی رو خراب بکنم بگم نه من کاملتر میگم، نه من اینجوری، نه مثلا شما چرا اینجوری، اینطوری نیستم واقعا. امیدوارم که تا الان یه جوری با کاراکتر من آشنا شده باشین. پس نگاه کردن ویدیوهای مختلف به شما این امکانو میده که چیزهای مختلف از آدمهای مختلف یاد بگیرین، با زبانهای مختلف یاد بگیرین. اینم از پنجمین مزیتش. حالا موضوعی که وجود داره این هستش که آقا من آنلاین شروع کردم چه جوری پیش برم؟ خب کلاس یه مزیت داره، اینکه چون استریکت هستش، چون امتحان میدی، چون معلم هر جلسه سوال میپرسه، من ممکنه یادگیریم بره بالاتر، ولی اگه آنلاین باشه معلم ندارم، استریکت نیستش، چیکار بکنم؟ این دیگه it depends on you، به خودتون بستگی داره. It depends on how hard you try. It depends on how much you practice. به این واسه که چقدر تلاش می‌کنی، چقدر تمرین می‌کنی. من چند تا ویدیو درست کردم در رابطه با تمرین‌های زبان انگلیسی، چجوری انگلیسی فکر کنیم، چجوری انگلیسی حرف بزنیم. اون دیگه بستگی به خودتون داره. شما می‌تونید یه ویدیو از میسا ببینیم، صبح تا شب تکرارش بکنین جمله‌ها رو. می‌تونی یه ویدیو از میسا ببینی، بره دیگه واسه خودت، اصلا یادم رفت. خب معلومه گزینه دو هیچ‌وقت خوب یاد نمیگیره، ولی گزینه اول که دیده تمرین کرده تو ذهنش تثبیت میشه. تنها اون چیزی که بولد تره توی این مزیت و توی این عیب میتونه باشه اینه که شما به خاطر اون حالت سختگیری کلاس درس میخونی، که من اکثرا دیدم بچه ها درس نمیخونن، ولی تو آنلاین ممکنه اینجوری نباشه. توی آنلاین دیگه خودتونو احساس اون مسئولیت پذیری و احساس تلاشی که میخواین بکنی. من خودم اگر بخوام honestly speaking حرف بزنم، جفت اینا رو بهتون پیشنهاد میدم، ولی بیشتر آنلاین. کسی که آنلاین یاد میگیره حیطه‌های بیشتری رو روش تمرکز داره، میتونه بره تو کلاس روم. آهان، یه مزیت کلاس روم هم اینه که شما چند نفر رو دارین باهاش حرف بزنین در لحظه، ولی تو آنلاین ندارین. پس اگر این دوتا رو ادغامش بکنین، هم یاد گرفتین هم اینتراکت دارین با بچه‌ها توی کلاس، میتونین باز ازشون یه سری چیزا یاد بگیرین. ولی حتی اگرم که اون حالت حضوری اسپیکینگ نباشه، من بعضی وقتا دیدیم میام میگم تمرین بنویسین، جمله بسازین، از جمله های همدیگه استفاده کنین، این خودش هم یه حالت اینتراکشن آنلاین میشه. اینم از یک ویدیو خیلی خوب در رابطه اینکه آقا آنلاین یاد بگیریم یا تو کلاس روم. من پیشنهادم به شما اول این بود و بعد این. و کسی که میخواد، اگر کسی سطح زبانش در حدی هست که میتونه همزمان simultaneously do both، اوکی It's the best choice واقعا. اگه همزمان میتونین جفتشو انجام بدین که عالیه. امیدوارم لذت برده باشین. اگر در این زمینه ها موضوع دیگه هست که دوست من در رابطه باش ویدیو درست کنم، بسیار خوشحال میشم این پایین برامون کامنت بکنین. و اگر هم که این ویدیو رو دوست داشتین، لطفاً لایکش کنین و به دوستان خودتون معرفی کنین تا اونها هم بتونن از ویدیوها استفاده کنن. Till another video, take care, see you soon and bye bye.